خان منو میشناسی؟ توف ای نامرد، اخ سوختم، خدایا تقاس من از این سالم بگیر. آتیشی بود، آدم را یاد چهارشنبه سوری می افتاد. چه روز روزگاری بود، همه جوون مرد. تا نمیر یکی از اون روزا الانه پیدا نمیشه. جاد خانی مجید خان نمیدونی چه کیفی میکردی، کپ میرفتی، راست میومدی، محمد علی خان یه مار گذاشت رو آتیش رو بریون میکرده، میگه بخوره بچه ها تا پاداده بخوره رو کیف کنین. آی حض کردم، آی حض کردم، خیلی به ما چسبید مجید خان. باید قراری بزنی با اونه بریم اش. چی دیدی مجید خان؟ آتیش، اون دوده میبینی؟ آره، انگار آتیش گرفته. نکنه بازم خرمن هم دیگر آتیش زدن. نگرده، نگرده ببینم. فاطمه یه خبراییه. مرتضی یه خونه آتیش گرفته، میگی چیکار کنی؟ کارو به خاله شما بشین، همه چی کار دستمون ندین، یه وقت نیان جلو. تو؟ شنفتی مرتضی؟ از تو خونه صدا میاد. آره، انگار صدای زنه. بریم جلو ببینیم چه خبره. شاید بتونیم بنده خدا رو نجاتش بدیم. مگه میشه؟ دوتایی کباب میشونم. یک کنال نکن بیا. یکی نیست به این دوتا دلاور بگه مگه شما آتش فشانی هستین؟ اصلا به ما چه مربوط؟ یه زن رو تو گیر کرده. آره یه زنه. بگی بینا آلانه درش بیارم. بگی احتیاط کن، موازه پاش آتش پرد نگیره. موازه پاش به داده من برسی. آمد کنی اونم نجاتش بدی. برو اونم نجاتش بدی. کیا؟ اگه بازم اون تو آدمه؟ آره چیه؟ خواهر شوهرانه دلا خانونو بیچاره شد. بیچاره شد، ببینم دیگه تایه دیر شده. آه خدا خطری نداریم، خوب به موقع به دادش رسیدیم. حالا باز چیکار کنیم آقای دکتر؟ حالت عصبی این خانم هنوز باقیه. چی میفهمین آقای دکتر؟ هر کی دیگه جای این خانم بود دیوونه میشو. به همین دلیل باید بیشتر مواظبش بود. حالا ازتون خواهش میکنم چند دقیقه بیرون تشریف داشته باشی. تفرکی دکتر داره بهتر میشه. بیا اینم کریمون داداش، بگیر دیگه بابا، بگیر بابا، اسکناس دو دستی بچست. خب اینم از کار خیر امروزمون. زپو
نه اینکه رفتی اونو تو آتیشه در مورد قهرمان، ماشالله به این قد و قواره، ماشالله ماشالله بابا ماشالله که تو مشتته، ماشالله به خودت یه بار روزو کم کن بچه. حالا یه چیزی هم طلب کن قربون تو پیر شی جوون، خدا عمرت بده. بس صدقه برم. آقا آقا زن من کجا خوابوندن؟ زن شما؟ بله زن من. از شما شوهر مشتی مشتی بده زن دوقلو زاییدی. الهی شکر ماشالله به تو که دوقلو زاییدی. اینم خودش یه پا بد بیاریه. ای بابا اکه بابا مصبت شد، هر دفعه اومدی تو یه هچلی افتادی. تو اینو میگی هچل؟ ما جون یه بنده خدا رو نجات دادی. خب دیگه داشم این کارم عدلی داره. فقط عیبش اینه اگه دیر کنیم باز مادر تو دل واپسی میگیم. بحا من که 30 ساله بیبی خانوم مادرت میبینم که همش دل واپس توه. نه نه این رقمی هم نهیده بودی. نوکرشم میگم که مثل اون دفعه نشه اون یاری که تو جاده تصادف کرده بود رسوندی. سفر مشهدو میگی؟ آره آره. دیدی تو چه مخمصه یافتدی؟ نه بابا این دیگه درد سر نداره، فقط باز کمکش کرد، حالش هم چه خوبه، فقط یه خود ترسیده. دکتر کارتون داره، پاشیم بیاین تو. بونه خبرهایی شده؟ خدا کنه طرف روبرهای شده. ایشان بیاین، بیاین مریضتون رو ببرین، حالش خیلی خوبه. خواهر یه مشتلاق پیش ما داری. خب اینم مریض شما، حالش دیگه خیلی خوب شده. خیلی لطف کردین دکتر. خواهش میکنم. قربون شما، تا عمر داریم ما نوکرتیم. قربون محبت دکتر. سلام علیکم آبجی. الحمدلله که خوب شدی. خطر از سرت گذشت. من زندگی مدیون شما هستم. شما جون منو نجات دادین، ولی دیگه چه فایده داره؟ خب جون سلامت باشه، حالا دیگه برگرد پیش فامیلا. چی شد آبجی؟ بیچاره آبجی. عجب روزگاری. دیگه واسه من چی مونده؟ زندگیم به باد رفت، همه چیم سوخت از بین رفت. آخه میدونی منم باز برگردم تهران، شما باز یه فکری واسه خودت بکن. من دیگه هیچی بازم نمون، نه خونه، نه شوهر، هیچی، هیچی. بیه بریم آبجی، گره نکن، خدا بزرگ، دنیا که با آخر نرسیده. بیا بیا. بفرمی تو. مادر چرا واسدی اونجا؟ بفرمایید تو منزل خودتونه، بفرمایید. مادر مادر بیا تو بابا، بیا خجالت رو از کنار. سلام علیکم. سلام برون ماهت، الهی که قربونم قد و بالات برم. نوکرت هم ماشالله هزار الله اکبر. نوکرت هم مادر قربونت برم، چشم کف باد. به خدا قسم تا تو میری و برمیگردی ها من نصف العمر میشم. این حرف چیه مادر؟ خب کارمه دیگه. درسته مادر، آخه تو موقعی که میخواستی بری گفتی دو سه روزه میرم. آره باباره. آخه یادم رفت مادر، این لاله خانم جای همشیرم باشه، یه دنیا غم و غصه داره. نکنه اونجاها. بفرما لاله خانوم، بی بریم تو مادر تو باست تعریف کنم. مادر، هر کس تو این دنیا یه جور مصیبت میکشه. آخه دخترم، تو که میگی اون مرد رو نمیشناختی، پس چرا اون بلا رو سر شما آورد؟ والا اصلا سردر نمیارم، اما یه چیزی از اون بیچاره طلاخانم شنیده بودم. چشم. از طلاخانم خواهرشوهرم شنیده بودم که میگفت افراخان با یه نفر اختلاف داره، اون خیال میکنه که باعث مرگ برادر و زنش شوهرم شده. اومده بود انتقام بگیره. سر چی اختلاف داشتن؟ سر آب دعوا داشتن.
چند سال پیش دهبالایی با ما بگو مگوشون شد تا اینکه کار کشید به دعوا. تو اون دعوا برادر سهراب کشته شد و زنش هم بیل خورد تو سرش. پس شوهرت گناهکار بوده؟ نه مادر، افراخان خدا بیامرز تو دادگاه تبرئه شده بوده، ولی همه خیال میکردن تمام تقصیرها به گردن اونه. بالاخره چه میشه کرد؟ دنیا اینطوریه دیگه. بله. خب مادر، من باید ماشینامو ببرم سرویس تا می شام حسابی کارشو بکن. به سلامت. قصه نخور دختر جون، خدا بهت کمک میکنه. چایی تو بخور. چی بگم دختر جون، ما هم از این مصیبت ها زیاد دیدیم. تو نمیدونی من یه دونه پسرمو چه جوری بزرگ کردم. وقتی بابای خدا بیامرزش عمرشو داد به شما، طفلک مجید تا حالا یکی و تنها رو پای خودش وایساده. گمونم در میزنن. شما دستون بنده، من میرم در رو باز میکنم. ببخشینا. خدا ببخش. به نظرم ملوک خانم باشه، پاری وقتا میاد به این همسایمون محسن آقا سر میزنه. شما ملوک خانم هستین؟ بله. سلام بیبی خانم. علیکم سلام، حالت چطوری؟ الحمدلله، انگار مجید خان از سفر اومده؟ آره. خب، چشم شما روشن. چشم و دلت روشن. حال محسن آقا چطوره؟ تعریفی نداره. چطور میگی؟ از وقتی که افتاده تو هو سرما خورده، یه خورده حال نداره. چند روزه که از خونه بیرون نرفته. تو چرا نیومدی سراغش؟ والا گرفتاری داشتم، خودت که وضع منو میدونی بیبی خانم. ایبا محسن جون سلام، دردت بجونم بلا بدو. چی عزیز جون، این دو سه روزه من نبودم خودت انداختی تو حوز؟ گفتم الان محسن آقا پیش خودش چه خیالاتی میکنه. عزیز جونم حالا کجا درد میکنه ها؟ بگو. اخ اخ چه سرفه با این سینه سیگارم میکشی؟ خب جونم از خودم واسط بگم، نمیدونی چه جوری گرفتار شدم. نامه اومد کافی که اگه آب دستت بزنم این که داداشت حالش به هم خورده. منم بودو بودو رفتم پیش داداشم اینو. تو که از ته دل من خبر داری. واه 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 چه اتاقی. اینهو بازار شام میمونه. این رخت خوابه یا جگر زلیخاست؟ تو هم انگار صد سال ناخوشی. خب یه سرماخوردگی ساده است. حالا دیگه اخماتو وا کن، ملوک به قربونت بره. حالا دیگه باز رسیدیم به هم، باز باید همون محسن آقای خوب خودم باشی. به نظرم این چند روزه یه قضای حسابی از گلو پایین نرفته. بس دیگه خانم، خدا پدرشو بیامرزه، به هم رسید. دنام مادر، این چیه داره میخونه؟
نکنه لاله است؟ آره لاله است، گاهی وقتا با خودش زمزمه میکنه. عجب صدای خوبی داره ها. بعضی وقتا بدک نمیخونه. من هم چه تو دارم آخر خدای زوره. خب مجید تو هم که داری میری سفر، پس تکلیف این دختر خالت چی میشه؟ این دست و اون دست میکنی، آخه من جواب خالت رو چی بدم؟ والا این قراریه که تو و خالم با هم دیگه گذاشتیم، مگه از من پرسیدی؟ درست میشه نوکرتم، بالاخره همه کارا خودش رو برا میشه، ما فعلا رفتیم. دارم آخر خدای زوره. ایوه خدا مرگم بده. جانم جان حذف کردم، حذف کردم. سلام بابا. ای والا به این صدا، باری کلا به این هنجره. ما اگه ما غریبه بودیم که تمومش کردی. خدا مرگم بده. خدا مرگت بده. حیف نیستی همچی صدایی رو تو صندوق خونه سینت قایم کردی؟ آخه لاله خانم هیچ وقت پیش ما بروز نمیداد، میترسید نبا دست صداش کم بیاد. بیا هم پای صدات یه ساز بزنم، این صدا از اون صدا هست. آی گفتی، گل گفتی. خانم شما جای همشیره ای ما هستی، خودت نمیدونی چه گوهری تو اون سینت قایم کردی. آره هم سرت گرم میشه، هم این بالاخره یه چیزی یادت. عوضش روزا سر ما هم تو خونه گرم میشه. آخه بیبی خانم من که صدایی ندارم. من یک بار میخونم، تو درست دقت کن تا درستش رو بخون. ببین یک دو سه. نیمه شبها مست و شیدا میشود دم ساز من، پرده دار راز من، ساز من، ساز من. تلفن حالا شروع کن. ببین یک دو سه. نیمه شب دیگه سر زد باز بخونید. یک دو سه. نیمه شب مست و شیدا. به مکس کردی زر نمازه. یک دو سه. نیمه شب مست و شیدا میشود هم میشود دم ساز من، پرده دار ساز من، پرده دار راز من، پرده دار راز من، ساز من، ساز من. یه بار از ما بخون. نیمه شب مست و شیدا میشود دم ساز من، هر دار راز من، راز ساز من، ساز من. خیلی خوب، حالا یه بار دوتایی با هم میخونیم، سعی کنیم درست میخونیم. یک دو سه. نیمه شب ها مست و شیدا میشود دم ساز من، هر دیگار راز من، ساز من، ساز من. آفرین آفرین، این خوب بود. حالا یک تنها بخون بینم. شب ها مست و شیدا می شود دم ساز من، پرده دار راز من، ساز من، ساز من. نغمه سازد می نوازد ناله با آواز من، پرده دار راز من،
ساز من، ساز من، ساز من، ساز من، به پرده هایش نمانده راز شکسته، راز من، راز من، نشسته در پرده ها و در نمه ها گسسته. خوش ترانه که جاودانه بماند از ما در این زمانه، بماند از ما در این زمانه. چه نشستیم که مجید رو گرفتن؟ رای خدا دیدی چه خاکی به سرم شد. چرا بیبی خانم مگه چی کار کرده؟ چرا گرفتن؟ نشرسین بابا، هول نشین. چرا دست پاچه شدی؟ مگه چطور شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ مجید رو گرفت. زود باشی بریم، آقا مرتضی اومده دنبال. آقا مگه چی کار کرده؟ چی شده؟ واسه چی گرفتنش؟ واسه اینکه تو ماشین مجید آقا قاچاق پیدا شد. قاچاق؟ دروغه. این وصله ها به مجید نمیچسبه، طوریش نمیشه آزادش میکنه. اگه مجید این کاره بود طفلی علنه. بابا دست خوش، قربون معرفت آقا. به ما همه نمیگیم دیگه. را بیافتیم بابا، را بیافتیم. بریم ما اینه که جنسا رو تو ماشین شما پیدا کردی. خدا شاهده من اصلا باورم نمیشد تو اون لافت و شکا که زدم رو باربند این زهرماریا پیدا میشه. اینه که یک دفعه دیگه هم گفتی جناب. آخه واس چی دروغ بگم؟ به خدا جناب سرمان، پسر من اهل هیچ فرقی نیست. 10-15 ساله که آسه میاد آسه میره، نمیتونم بالا. جناب سرمان ما که داریم نون حلال میخوریم، هشتمون گرای نهمونه. باید با اون روزی که نون قاچاق هم قاطیش بشه. ببینین آقا، ما باید اونا رو گیر بیاریم تا دادگاه بیگناهی شما رو ثابت بکنیم. بالاخره اگه اینایی که میگین این کارو کردن، دوباره یه شگرد دیگه میزنن. بیا ببین میتونی اونا رو تو این تابلوی مجرمین پیدا کنی؟ اکه اینجا که لونه زنبور تمام عوضی هاست. جناب سروان این یکی از اوناست، فقط اون موقع سیبیل داشت. برای خودشه جناب سروان، خود خودشه. چی خودشه؟ خب بالاخره یه سرنخ پیدا شد. زرشک، پس این ناکس قربتی همون مدغزروف نامرده؟ من ای به تو نگفتم این از کجا میره هر شب میزنه به کافه و خاطرخواه گارسونا میشه؟ سروان این مرد کیه؟ اینو میگین؟ این یکی از سربسته های قاچاقچی هاست که یه مش دوز و قاچاقچی زیر دستش کار میکنن. اونو میشناسی؟ نه نمیشناسم، به نظرم آشنام. خوب شد یه رد پایی پیدا شد. بفرمید خانم. خب ما پرونده رو تشکیل دادیم، ولی یه خورده مطری داره. قانونن ما نمیتونیم شما رو آزاد کنیم. آخه اون که گناهی نداره. ولی ما در تریاک تو ماشین پسرتون پیدا شده. نامردا پاک ما رو انداختن تو حاجر. میبینی تو رو خدا مرزا. خب آقا رو ببرینش. شما هم بفرمایید، با شما ها کاری نداریم. لا لا من از همین الان میرم ختم قرآن میگیرم، انقدر دعا میخونم تا تو بالاخره آزاد بشی. گرم خدا خودش میدونه که من تو این خطا نیستم، ولی خب بعد نی آدم برای یه دفعه که شده بره زندون تا حواس عوضی به سرش نزنه. درسته آقا مرتضی؟ آره بابا آره، مخصوصا آبخونه که کلی به در آدم میچسبه. فقط جات خالی، خدا قسمتت کنه. خب مادر ما رفتیم. دست علی به هم. Thank you.
امروز محسن آقا خیلی مریض احواله. آره انگار دوا درمون بهش هیچ اثر نکرده. محسن آقا چیزی میخوای؟ امروز حالش برای روزه ای دیگه است. یه کاری براش بکنیم. ملوکم که امروز پیداش نشده. محسن آقا چیزی میخوان؟ چرا رفته رو پشت بوم؟ اصلا برای چی رفته؟ چرا رفته اون بالا؟ مثل این که امروز حالش خیلی خرابه. من برم آقا مرتضی رو خبر کنم. خدایا
خراباتیان کزین کزین تهمت هستیم با رهان به یک قطره آبم سر گذشت به یک مرگ محسن آقا. چند وقته؟ دیروز شلاش هم برگزار شد. مجید سفارش کرده بود براتون خلعتی بخرم که از سیا در بیاییم. بیا لاله جون، این مال توه، بردار. این هم مال شماست ملک خانم. پاشو لباستو عوض کن، بلند شو جونم. خوبیت نداره که زن جوون سیا بپوشه. حالا که چله اون خدا بیامرزم گذشته. خدا به سر شاهده که دست و دلم نمیره. آخه شما که میدونین اون خدا بیامرز چقدر به گردن من حق داشت، چقدر واسم زحمت کشید، منو از سرگردونی و این خون و اون خونه نجاتم داد. هرچی دارم از اون خدا بیامرزه. دلم میسوزه دم آخری پلوش نبودم. اون که دیگه رفته، تو هم که اومدی پیش ما باید به فکر خودت هم باشی. از اون گذشته تو چند سر نون خورداری که باید بهشون برسی. پشو جونم، پشو، اینقدر ماتم نگی. پشو مادر جون، برو لباستو عوض کن. انگار محسن آقا همش دم نظرمه بیبی خانم. خدا بیامرزتش. حالا پیرهن سیاتو در بیار، برو سر کارت. بالاخره زندگی اینه دیگه، تو هم خرج داری، نمیتونی یه گوشه بشینی و زانوی ماتم بغل کنی. میاره، پشو دختر، پشو لباستو عوض کن. بیبی خانم، انگار گلیم بخت منو از روز اول سیاب افتم. ای لاله جون، این چه حرفیه؟ اگه اینطور باشه زبونم لال تب لازم میگیری. آخه تو هم جوونی، آرزو داری. بیبی خانم میگم میگم این دخترم داره اینجا دق میکنه. اون زندگیش، اون گرفتاری آقا مجید، بعد رفتن اون خدا بیامرز. همینو بگو خواهر، داره دلش میپوسه. اگه اجازه بدین از امشب لاله با من بیاد کافه. چی؟ من چطوری بیام کافه؟ بیبا نمیخواد که کار بکنی، فقط یه گوشه برو بشین واسه خودت تماشا کن. بهتر از اینی که اینجا بشینی کز بکنی، اون وقت دل منم قرصه. والا چی بگم، میل خودشه. من پیش بیبی خانم میمونم، دلم راضی نمیشه. بیا تماشا کن که آبجی ملوک چطوری با این همه غم و غصه باید واسه مردم برقصه. تو رو به اروای مردهات نه نیار دیگه. آره دلت هم با میشه. من اینجا پیش شما راحت ترم. آخه شما تنهایی. این چه حرفیه؟ میخوای تنگ دل بیبی خانم بشینی و دوتایی با هم دیگه زبیری؟ جون من ناز نکن دیگه. آخه مجید آقا بشنوفه چی میگه؟ مروزیان به سلامت آقا آزادم. خدا تو آقا موسیقی گل عشق هست. قدرونت برم ما بیشتر. خب بچه ها چطور هست؟ الحمدلله همه خوب هست. همه حلال خانم مصدقه. چند وقته با مولوی کره کافه. کافه؟ آره. بیا کیشو چرا طولان شدی؟ همش تقصیر اون پیرست. اون چرا گذاشت بره کافه؟ بعد بگیر میشه چهار دیواره خونه رو بساکه. همش تقصیر اون زنی که مولوکه که میخواست از خودش هم دارم جیریه. اگه تو خونه بگیری میشینه که دق مرگ میشه تو هم کسره داره. ببینم چه خبر داشتم. خیلی از این رو به اون رو شدی. خوش باش که بالاخره آزاد شدی. خوش باش، خوش باش. چی رو خوش باشم؟ آخه یه زن بی پناه که به تو پناه آورده نمیشه ولکت اون جماعت ها رو گشنه.
درسته که تو اون جماعت خار و هور زیاده، اما تو مرتضی داری چه غم داری؟ تو نمیری یکی یه دونه آمپول هاری دو آتیشه بهشون میزنم که خیال اون از هفت دولت راحت شه. چرا این طرفی داری میری؟ آب معلومه، میرم منزل، مادره چش انتظارته. گفتم مادر چش انتظارته. بریم همون کافه‌ای که اونا اونجا. کافه؟ پس اینطوری که معلومه مثل این که چند دقیقه دیگه یه فیلم تموم رنگی سینه گرگ تماشا میکنیم. بالا بریم کافه. ری تا تا برو با امید خدا. پرسو تو خونمون درد و غمه ز خونمون سفر کنید که اینجا جای ماتمه خورشید اینجا همیشه به پشت ابر و پنهونه غم و غصه دل من اندازه یه عالمه غروب که خورشید میمیره دلم تو سینه میگیره تنگ غروب چه غمگینه اونم مثل من اسیره پرستو تو خونمون درد و غمه ز خونمون سفر کنید که اینجا جای ماتمه آتیشه به فوارا میرسه دار بفرما قربونه سوال صفای جب چرا خونه من همیشه سوت و کوره فاصله من آن ای خدا خیلی دوره قصه های دل من مثل سنگ صبوره خب دیگه چه میشه کرد قسمت من اینجوره خب دیگه چه میشه کرد قسمت من اینجوره بخواه جون من بخواه آقا برانچینم تو چی میدونی من خودم کوچیکتم کوچیکتم بخواه بابا دیگه بابا تو قدم پار شده نه کردم این یکیشو نیستم برو بالا جون من برو من که من بزن دیگه دولت میپاینده برو اونجا که درد غم نباشه حالا آقا ابرام به خدا چه میخوردتم من چی باشم که پشت تو رید بشیم دیگه یا لشبادتم تو آزاد پرست نگرم چرا یه عالمه برو
سه من اسیر پرستو تو خونمون درد و غم ز خونمون سفر کنید که اینجا جای ماتمه که اینجا جای ماتمه که اینجا جای انداختن ندار خدایی نکرده یه بلایی سرت می اومد اگه می زدن ناقصت می کردن چی کار می کردی ها؟ سلام ممنون تو باید صبر کنی تا سرانجام بگیری این چیزا درد سرتو زیاد می بابا چه درد سری مجید آقا شما هی بلدین یک کاهو کوه کنی تازه امروز عیزاله خان میاد اینجا که شما رو ببینه لاله به قد کافی مرارت کشیده دیگه بسشه مگه عیزاله خان مدیر کافه بد میگه چرا از صداش نون در نیاره اگه خیاطی بلد بود خب عیبی داشت خیاطی کنه تازه عیزاله خان بنده خدا واسه اونایی که باش کار میکنن خیلی هم تعصب نشون میده این یه چیز دیگه از کافر قاطی نکن ولی این زنی که الان میبینی تو زندگیش خیلی سختی کشیده از بچگی مادرش از دست داده و افتاده زیر دست زن بابا اونم هی این بچه رو میشزونده این طفل معصوم چیکار میتونست بکنه جز اینکه جیغ بزنه و فریاد بکشه بعد دادنش به یه مردی که سن باباشو داشت بعد اون مصیبت‌ها تازه داشت با این زندگی سر میکرد که یه ضربه دیگه دیگه باز زندگی آرومی داشته باشه حالا تو میگی بره تو شلوغی کافه نون در بیاره مجید چون سلام
سلام دختر خاله، چه عجب این طرف ها، چطوری بابا؟ خب الحمدلله که همه ما دوره هم جمع شدیم. چی بگم مادر، ما که نوکرتیم. تا شنفتم از زندون درمدید چادرم انداختم سرم اومدم دیدنتون پسر خاله. خب بچه با خواهرزادم نامزد مجید آشنا بشین. الهی که به پای هم پیر بشی مادر. اگه مجید بازم این دست و اون دست نکنه ها، همین روزا یه بزن و بکنه به سر میداریم. خب دختر خاله، بی بریم اتاق بود، بیا مادر تو هم بیا یه اسکان چه ایدم. ملوک من دوباره باهات میام کافه. مجید جون قانون شکلت برم، آخه اون دختر عاقله بالغه، از این گذشته من تو هم چه اختیار داشتم؟ خدا مجید جون لاله از خودشه، آخ که درد و برات گذارم بیبخاره تو فرق سر من. مجید جون گوش کن واسه چی میناله، چشم و دل باز کن. صداست مثال آهنگ غروب، تو میگی حرف وفا برای ما قدیم شد، قصه مربونی یه پری قدیم شد، تو بدون تو زندگی یه چیز قدیمی نمیشه، اونم عشقه که تو سینه موندگاره همیشه، فقط عشقه همیشه که قدیمی نمیشه. این کبریت اونم که باز گامه گور شده. بفهم یاد الله خواهد بروست صفات رو حلقه بسته تو چشم عشق قمست تو، میگیرم از این و از اون همیشه سراغ تو، که شاید یه روزی آخر تو را پیدا بکنم، گریه عشق تو از کار دلم با بکنم، فقط عشق همیشه که قدیمی نمیشه. دل من خون شده چون رنگ غروب، بی صداست مثال آهنگ غروب، غروب پاییز همیشه غمگینه، دل من تنگ مثل تنگ غروب، فقط عشق همیشه که قدیمی نمیشه، فقط عشق همه که قدیمی نمیشه. دست کن دیدی؟
دلنگران توی دیگه جونی. میشه از دلش در آورد. پسر خوبیه. ایرادی بهش نیست. تو زندگی علاف علافه. خودشم نمیدونه چی کار میخواد بکنه و چی میخواد. اصلا معلوم نیست چشه. یه روز اینطوریه. یه روز اونطوریه. آدم سر از کارش در نمیاره. انگار بچه کوچولو. هی باید پاییدش. خب من میرم خونه. یه خود دوخت و دوز دارم. تو هم بهتره بری یه سری بهش بزنی. باشه. واسه شما که وعد نشد بالاخره واسه تو خودت تو زندگی را پیدا کرد. مجید آقا کوتاه بیا. چی داری میگی؟ لاله خانم بفرمایید. بفرمایید. نه مجید آقا، این زندگیه که را پیش پای آدم میذاره. که خانم پیغام دادن میخوان رو پا خودشون هستن. لاله خانم نخیال کنی، فقط خودت بلدی آواز بخونی و همپاد میخونم. میگی نه؟ بفرمایید. ننم از روز ازل بندر و نوکر زاییده نوکرتون. ننم از روز ازل بندر و نوکر زاییده. به کسی بر نخوره قدری منو خر زاییده. به کسی بر نخوره قدری منو خر زاییده. فرادانی دیاره دیدی ناره دیدی ناره شانده شد برواری. خفم کردی. اگه بشکن بشکن ما میشکنیم. بسته بابا تو دیگه بزن جا. خدا لاله خانم کجا؟ آشد خان برا ای کاره آکی ما رو کنفمون کرده رفی. خدا تو شد بی سامن که بود مجب مخلص. اصلا این پسر مخش قاطی شده، پاک با سابقش توفیر پیدا کرده. منم تکلیف خودمو نمیدونم. اونم شاید حق داشته باشه، همش عصبانی. دیدی تو کافه چی کار کرد؟ اصلا معلوم هست چشه؟ والا از این که چشه. خب دیگه معلومه چشه. گناه من چیه؟ آخه من که نمیخواستم این جریانو باعث بشه دختری نامزد مجید آقا کنار بره. در ثانیه اون خواهرزاده بیبی خانومه. با اون همه خوبی که بیبی خانوم در حق من کرده، خدا رو خوش نمیاد که پای من این وسط میاد. ای بابا تا مجید اصلا اون دختره رو نمیخواد، بی خیالشه، قیدشو زده. تا حالا تو زندگیم به همچی چیزی بر نخورده بودم. نمیدونم چی کار کنم. درسته، تو نمیدونی چی کار بکنی، اما من میدونم. فقطش به همیشه که قدیم می نمیشه. آخه همیشه چقدی می نمیشه. فقط عشق همیشه چه قورو با خوا میشه. کاری شب بس همیشه. فقط عشق همیشه چه قدر همیشه. فقط عشق نمیشه.
قدیمی میشه پاهده کوی فلونی خدا مرگم بده اینجا دیگه کجاست مجید خان شما هستی؟ خیلی میبخشین مثل اینکه عوضی اشتباهی مادم حالتون خوب نیست مجید خان والا خیلی هم روبر را خیلی هم حالت بده چرا خود تو اینطوری کردی؟ خب دیگه این هم یه جوریسته وای امشب چی کار کردی؟ انگار پاتیلی پاتیلی یا؟ سنگینی تو بنداز با مجید مگه من گونی زغال بگی مادم را رسیدیم حالا مثل یه دسته گل بشی الانه حالت جا میاره جا میاره ده ملوک تو شیش تو شدی یا من شیش تو چشم پرده کردم امشب چه غزه خوشم اگه یه غیرم تو واسه ما بریزی تکمیله تکمیلم و قدش همیشه چقدر میرنم میشه نوت برگزی ابا واسط آب لیمو آوردم این چه کاری بود کردی؟ قرمت با زهرم میبردیم و میخوردیم ناخونه اگه آزاده دله نشد دیگه ای واقع بیا جونم آب لیمو تو بخور تا حالت جا بیاد اون وقت بفهمی کجایی قدیمی تری حیف نیست صدای به این خوبی رو تو صندوق جای سینت حبس کرده چه حیفی مرد حسابی با اون دست گلی کباب دادی دختره رو رای کافه ها کردی رم مادر این بند نمیشه یه دقیقه بگیرش خستم کرد خب مادر بگیرش شیر گرفتمش بدش من بیا نه بیا این چه بابا 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 یه به فرمان بزن این نانو تیو بیا پایین بیا پایین بیا پایین این آقا دارم کنار که آمدم سلام علیکم چاکرم آقا مهدی قربونت دارم داشتیم ما رو دست کم گرفتی بسیمی تا نشونه بده مارکر چجوری میزنم چهار تا سن اضافه کن بهش سن کنم همه بسن بسن این کتو بگیری یاد بینم الان که رکوردهای جهان میگه تطلق سور تو بازو هم ترشیده با دیجی مصرفش کنم دیگه آوازه من باشی من داشته باشه آقا نسر دارم چی داره؟ جیم و جم جم مال تا عشق کم و کم کم مال تا عشق من مقام تا عشق آمار تزا تو نمیری دست هر کنه پشت بسته ای ناجرت هم آقا نسر دار ناجرت هم خیلی مشکل کردی خلاصه خدا خیلی رحم کرد بفرما مجید آقا بفرما صفا کن قدمت رو چشم سلام علیکم مجید آقا بفرما یالا بفرما خوش اومدی چایی بیار بسر چطوره آقا مجید مادر چطوره خدا رو شکر قرمونه هست سدش چای چای ماشین مشتیم هم دلی نبوخ داره نه صندلی
ماشین مشکی مندلی نه بوغ داره نه صندلی بس که ماشالله محکم راه نرفته پنچره زرعت سیر این هتل از خر لنگ کمتره صاحب بالی یا قدش بس که بخیل و مزدره از حلبی شکسته ها ساخت مبل و صندلی ماشین مشکی مندلی نه بوغ داره نه صندلی ماشین مشکی مندلی نبوغ داره نه صندلی ای که هتل دار شدی ننت به قربونت بره ای که هتل دار شدی ننت به قربونت بره این هتل قرازت نزیر داره نرود داره ای که صدای بوق تو صدای گوساله بابا ماشین مشین همدلی نبوغ داره نه صندلی من بمیرم نری به سفر من بمیرم نری به سفر من بمیرم و نزنی به در ماشین مشتیم همدلی نه بوغ داره نه صندلی سر کتل دختر پیچید جلو ناکس این هونه هنگ گفتم یا جدام و فرمونو چرخوندم چای؟ اما سرچای؟ انگار یه دستی ماشینو جا کن کرد گذاشت وسط جاده جد نجاتت داده تو نمیری از اون شوفر کپونی ها بود ای آقا مجید خیلی تو خودتی چیه دلت گرفته مگه کشتید غرق شده نه داداش هواپیمام رو آسمون پنچر کرده میگه هواپیمام رو آسمون پنچر شده سلام بچه‌ها سلام قربون شما قربون قلمت شما چوه بود آقا ما سفا اختیار داری ما آمده بلند شدی بری ایران چی که نفس سر گردن خوردی به بد بیاری آره به خیر گذشت شوفریه دیگه جانت سلامت باشه قربون تو بفرما بشین قربون تو دو تا فقره کار دارم را تزیر سفا داری من قربون شدم سفا داری من قربون شدم امر تز چای امر تز چای شنیدم بازم مسافرتی شدی چی کار کنی باز بریم دنبال رزق و روزی دیگه دفعه آخری که باشت فرمون بودی چرخای جلاد میزن خیلی خوب یه نگاه بهش میکنم این نفر دیگه با آتیش نزنی اینش دیگه به تو مربوط نیست بوز قاسم داداش اگه خیلی معطلی داره من یه توجبا میرم بیرون رو بر میگم مجید آقا یه خورده دیگه مونده الان تمومش میکنم بی زحمت یخت بجو میخوام برم سفر از که تا حالا مسافرتی شدن آقا مسافرت دل آدمیزاد وا میکنه تو چی رو از من پنهون میکنی آدمیزاد که زیاد تو شهر بمونه دلش میپوسه اینم از اون حرف هست هرچی تو فکر کنی باشه رفی بابا اگه یک کی رو دوست داره این که دیگه عزا نداره داشتیم آقا مرزا رنگ رخساره گواهی دهد از سر زمیر چرا دل میکنی؟ تو هم وقت گیر آوردی حالا وقتشه دیگه قربونت برم خیلی خب حالا چی میگی؟ بچه چقدر سرسختی ما رو باش که دیشب بانی خیر شدی قربونت و مرد نوکره چطی تکمیل تکمیل میشیم تازه میفهمیم چی خورده شما که هیچ وقت سیرمونی نداری چه بزن به کوبیه به به واسه کی میبری که اینقدر پرخوره کجا؟ یه رون ملخ بارم از ما بکنه با اون خوشگل میدرسه بعد اک نیست آره خوب تنش میاد یه دست اول دیگه بازم میخوای همون یارو رو بگی نه جونتا گوش کن یه پیریه میره یه دختر میگیره پیریه بیبخاره بیبخاره اما دختره اصلا مغز قلبه خب عشقشو میرسه نه سلامت نوشت جونه خلاص پیریه میره پچیه اما دختره هرچی سب میکنه میبینه خبری نمیشه بالاخره دوماد برای اینکه حرفی زده باشه لف با میکنه میگه عزیزم دلت میخواست مرد بودی میگه نه دلم میخواست تو مرد خوشگل گفتی انجام دلم تو سی صد دونه بلکه هزار تا داره خریدار این هم
دنیا الله کلنگ و تیشه سنگ و زن با دست خودم انداختمش تو اتاق بعدم او آتیشا عجیبه یعنی همچی چیزی میشه به من میشه ریمون هات از برنامه این شو بگرم چون چه گفتیم هرشت چهار پنشت میخونم نکنه واسه این که ما اومدیم بله تو هم چقدر کشخیالی ها چه للخانی پشت این کارتون داره بزرد بریم پیشش آقا مرزا همی که بیشیم من میرم یه سری بهش میزنم و برمیگردم اینم جواب بله آقا عبدالله کجا دارین تشریف میبرین؟ چطور مگه خانم خانم؟ آخه چرا به این زودی؟ گوش کن چی میگم؟ میشه فعلا دور ما رو یه خیط قرمز بکشی؟ آخه میاخه نوکرتم خدا حفظت کنه آخه چرا؟ نمیتونم بخونم حالم خوب نیست خودت که یه جوری امشب برنامه رو جور کن دیگه آخه کافه مسخره بازی که نیست تو بهش چیزی بگو مجید خان چی شده لاله خانم؟ هیچی امشب دلم شور میزنه اصلا نمیتونم آواز بخونم با تو جوری حرف میزنی که آدمو دلواپس میکنی میدونی چیه مجید بیا تو بسات تعریف کنم بفرمایید اما یه نفر چی که هی داریم بگیم بیا بگو جم امشب دلت شور میزنه فردا یه چیز دیگه زاق سیاش چوب بزن بل هوایی نداشته باشه خیالت راحت باشه حتما خودش عجب حرفی میزنی تو یعنی همون یارو از که شوهرتو کشت خونتون آتیش زد آدم چه چیزایی میشنفه مجید آقا از قدیم گفتن کو به کو نمیره اما آدم به آدم میرسه به نظرم خودشه یه چیزایی یادم میاد ولی مطمئن نیستم به نظرم که نشد کار تو یه خود کج خیالی آخه اون داد کجا اینجا کجا لالا خانم میگم چطور امشب بری پیش بی بی خانم فردا هم بیرون نیای اگه اونا خودشون باشن فردا هم سر کلهشون پیدا میشه نتونستم ردشو بگیرم چی کار کنم ناس ناس بیقابلیت نه خونش یاد گرفتی نتونستی کار صورت بدی تو اصلا وصله جرس خوبی آخه سراب با شما که تو آگه دو مگی نگفته بودم برای هوای کارو داشته باش حالا تقصیر ما چی بودون پاتیل پاتیل خیابون اول و دوم نرسیده که راحتشونو گم کرد همش بلدی یللی تللی بخونی یه فکری سراب تا دیگه خفه خون بگی خب باشه ولی میگم چطوره بدستمشم چی گفتی؟ داره با دیگار و سبزی بدستیمش آره آخه چطوری بابا کاری نره بعدم نگفتی ابرام و شما سه نفر کافره میرسیم به هم وقتی شروع شد سنات هر میرم پس ما چی؟ ممکنه پا برنه ندایی تو حرف من؟ ده نداده بچه اونام دمه در دنبال تاکسی میکردم بعدشم تو چنگ ما هستم اما سارم خان انگاه یه ماشین کرایه هر شب اونا رو میاری میره ماشین رو حلاف میکنیم شب که اومده جاد تره بچه نیم میرم وقتی بلندشون کردیم کجا بیاریمشون من تو باغ خودمو منتظرتونم مواظب باشیم برگه مرگه جا نذاریم تا تقیب تو دیخورد اونا در میرن باید مواظب باشی این دفعه رو دیگه خیط نکنینا خیالتون راحت باشه میز شماره 8 4 تا آبجو سلام یه سالات یه خیال خوشی سلام لاله کو چرا هنوز نیومده نمیدونم نمیدونی نکنه امشب هم گذاشته تاخچه بالا من
ممکنه براش اتفاقی افتاده باشه. آخه چه اتفاقی؟ به من بگین دیگه. این قسمت از برنامه این شما بان و اکرامات کمربند قرمز سن کابره را آبادشون میشن. تامر عیزالله خان سلام علیکم. سلام علیکم مجید آقا. گوش کن داداش، ممکنه امشب اینجا یه اتفاقاتی بیفته. اتفاق؟ چه اتفاقی؟ به نظرم چند نفر میخوام به لاله چش زخم برسونم. آره با اصلا فکرشه بکنه، امشب به دلم برات شده خبرهایی. خیالتون راحت باشه، تو کافه من از این خبرها نیست، ولی اگه شما خیلی دلناگرونین میگم سه چهار تا. نه واسه این چیزا نیست. من چه آقا طرف خیال میکنه به این زوری جا زدیم ما. بیبریم. آتیش خونه رو برسون. با همه اینا امشب دلم خیلی شور میزنه. فعلا که دیدی تو کافه خبر مرگشون پیداشون نشده. اما گوش کن لاله، خوب چش و گوش رو واکن که بشناسیش. یه وقت بیگدار با آب نزنی ها. ما هم هوات داری. آره بریم با بارو بریم. خدا 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 عجید آقا، مثل این که بار لشکرکشی کنیم. نه بابا، چند تا از بچه همون همه شون حریف هم. اول بریم قهوخون سراسی ها، الان بیشترشون اونجا جا هم. همشون دست جمعی رفتن. ای کاریه ما هم هستیم، رو ما حساب کن. نوکره تا قرده خوش اومدین آقا جی. خب اینجا هم که نبودم، برگردیم کافه.
داری؟ این گوشت داری؟ یه تا باشی که شده هم تو پیچیدو چلو ما؟ اکشه رو کنم بابا بازم خوردی به پاسیه شوبه کپنی چی داری؟ شوبه کپنی پدر تاوستی چی تا کردی؟ پاک باشی از سکه انداختی؟ چهر رو هاست الاف باشی تا رو برا بشه باد خسارتشو بده آزمه باشی که بشه جا هم ازیش همش گور بلا هر کن درش کار شرطه چرا تو کار چرا تو؟ درش کار شرطه من ایسا نامده 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 بودشتی همتی شاخور الله با این ابو خورده تو جهدشی در آوردی نهره دو چپ کن من میرم پایین ببینم این دیگه چه مرگشه چه شده سپلشت چه اینجا رو بسک راست میگی این یکی هم پاره کرده آره کاردیش کردن هفته به همون کلک زدن حتما تو کافه یه خبراییه میگه محبت کیمیا شد جای وفا رنگ و ریا شد تا که یجونی مثل قدیم مهر و وفا نیست تو خونه ها نور خدا نیست تا که یاخه این کی نجونی تا که یاخه این کی نجونی تا که یاخه این کی دیگه چی اینا چیه که میخونی؟ یکی بیاد واسمون برقصه آره بیا قرش بده اون چیه اون که یکی زیاد میگه انگار آینه هر اصل تنشون میخاره زرش با اون سرش بزن که فنر داره آره پسر جون نازنی میتونی دست بالا ما رو بند نکنی؟ بشتری ملانه شر بپرشه آره الان کافی به هم میخوره اگه ما بریم بالا مجید آقاینا اومدن بریم مگه زوره؟ ما نمیخوایم اون بخونه میخوایم یکی بیاد برقصه هر کی آواز دوست نداره خودش میره اون بالا با کمال احترامی رقصه ممکنه خود جناب عالی آزار و محترم و به رقص عربی مهمون کنه چرا مثل بچه ننا کرکره میخونی؟ ببینه که بی تمرگی سر جا دیگه که خودم بشونمه فف خون میگیری یا نه؟ همه
خودتون مرده بودین؟ یکی نبود جلوشون رو بگیره؟ نه مجید، من هیچی نیست، فقط خوابم میاد، خیلی هم خوابم میاد. لاله کجاست؟ میگن اونا رو به زور بردنشون. کیا؟ یکی از اونا رو گرفتیم. کجا بردنش؟ حرف بزن ببینم. والا من بی تقصیرم، من نبودم، ولم کنه. بگو کیا کشتنش، حرف بزن. نمیدونم، من که نبودم. میگی یا نه؟ کاری نداشته باشی، سهراب خانی نبود. بزنید یکی که باید خونه کشکنه زفا کنیم، ازش که کم نمیاد. حالا که من اینجام، به اون دیگه چی کار داری؟ سهراب خانم، شما بهش بگو. این خانم محترم ما کنایی بده بید جو پاسور بزنی. راست میکن. بزنیم به هرچه ها برسن اون وقت. آره با رفقان باید به یه فیجی امشب برسن. آره تا اونا برسن مثل یه عشقی بکنی. این رقص مشتی کارشو بکن مغزه قلم. لب لب من لب لب تو باقلی بچم. اینو باش باس ما خواننده هم شده. باش کن نامرد دالو تیز برو تو برای خود زمانی کشی. پس آقای کاری بود داره ما خبر نداشتیم. چی شده مجید خان؟ مجید چی نیست، چیزی نیست. نگران نباشین، باد دوباره بهش فرس خونه. پس عجله کنی. اندازه میشون تو باشه، آوازه میشون باشه. گیلاس آخره به سلامتی کی بخوریم؟ به سلامتی هرکی هرکی دوست داره. نو فدا. دوست دارم میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل دوست.